الفت خانم محمدشاهی و ژورنالیست و فعال جامعه شهروندی را که ماه مای سال 2022 بازداشت و در پایان سال گذشته با جرم تشکیل اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان به 20 سال زندان محکوم شد، به زندان نورک یگانه زندان زنانه تاجیکستان انتقال دادند. الفت خانم محمدشاهی و تا کنون قریب یک سال باز در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شد. درباره انتقال محمدشاهی و به زندان زنانه نورک روز 11 مای سال 2023 رادیوی آزادی با تکیه به سند خبر داد که دسترس شده است و در آن گفته می شود که انتقال محمدشاهی و از بازداشتگاه به محبس به دلیل اعتبار قانونی پیدا کردن حکمش صورت گرفته است. یک منبع آزادی که به دلیل امنیتی از بردن نامش خودداری کرده است گفته است الفت خانم محمدشاهی و از حکمش شکایت نبرد، او را روز شنبه 6 مای به محبس نورک انتقال دادند. تا اون وقت پیوندان چند دفعه با او ملاقات کردند، از سلامتیش شکایت نداشت، برای بازبینی حکم نیز عریضه ننوشته بود. سبب از حکم طولانیش شکایت نکردن محمدشاهی و دقیق نیست، ولی قبلا منابع آگاه از حال بدخشانی های حبس و محکوم شده گفته بودند که آنها امید و باوری به عدالت دادگاه ها را از دست دادند و شکایت به بردن به دادگاه های بالاتر کار بیهوده می شمارند. الفت خانم محمدشاهی و 18 مای سال 2022 در منزلش در شهر دوشنبه و اتفاقا در روز دستگیر کرده شد که مقامات با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح اعتراض ها در شهرک ومر مرکز نویه روشان را در این ولایت مختار سرکوب کردند. بنابرای اعتراف مقامات در جریان سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در عموم بیش از 30 نفر کشته شدند، اکثر آنها ماز در ومر به هلاکت رسیدند. ماه دکمبر سال 2022 دادگاه عالی تاجیکستان الفت خانم محمدشاهی را به 20 سال زندان محکوم کرد. شفر سابق او جنرال خولباش خولباشف به حبس ابد محکوم شد. الفت خانم محمدشاهی رهبر سازمان انصاف و ناموس و استاد سابق دانشگاه سلاویانی که 66 سال دارد روز 17 مای سال 2022 یک روز قبل از بوز داشتش هر نو دست داشتن خود در تشکیل اعتراض ها را رد کرده بود. چند سازمان بین المللی از جمله کمیته امریکایی دفاع از ژورنالیستان رهایی الفت خانم محمدشاهی و دیگر ژورنالیستان و بلاگرهای پامیری را طلب کردند. به باوری حامیان حقوق اتهام ضد محمدشاهی و گفته بوده در اصل مقامات تاجیکستان این عضو فعال جامعه شهروندی را برای فعالیت ژورنالیستیش و مبارزش برای حقوق انسان از جمله برای حمایتش از حقوق اقلیت‌های پامیری تحت تعقیب قرار دادند.